سرخط خبرها. به دلیل اینکه ما در انتخابات می‌خوایم یک شعاری داشته باشیم که رأی ما زیاد باشه، کشور تعطیل نکنیم، به ضرر شماست. انتقاد تند رئیس جمهوری ایران از رقیبان حکومتی. روحانی میگوید رقیبان دولت کارشکنی میکنند. تغییر در دستگاه دیپلماسی عربستان. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه شد. با وجود مخالفت سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، ایران خودرو میگوید 50,000 سواری دیزلی تولید میکند. و ابررایانه گوگل در راه است. پردازشگر سیکامور سریع ترین کامپیوترها را مات میکند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. گروهی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت ایران سازمان صدا و سیما را متهم کردند بخش مهمی از سخنان دیروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت را پخش نکرده. رئیس جمهوری ایران در این سخنان از نهادهای حکومتی و مخالفان قدرتمند دولت انتقاد کرده بود که به دلیل رقابت‌های جناحی و سیاسی عمدن در کار دولت کارشکنی می‌کنند. ما افتخار ما اینه با تروریسم می‌جنگیم. نباید بگذاریم متهم میشیم که در سیستم بانکی ما داریم به تروریسم کمک میکنیم. نذارید این اتهام به ما بچسبه. ما امروز داریم با فساد میجنگیم. نگذارید اتهام پولشویی به ما بچسبه. این به ضرر ماست، به ضرر حیثیت ماست، به ضرر اقتصاد ماست، به ضرر بانکهای ماست. آقا 4 تا لایحه خودمون، لایحه‌ای که دولت تصویب کرده، مجلس هم تصویب کرده، چرا یه عده مانن؟ چرا یه عده جلوی دولت و مجلس ایستادن؟ خفه نکنیم شرکت ها رو. هرچه شرکت بزرگه با یک دلیلی، با یه اتهامی که درش قفل میکنیم و یکی میگیریم، یکی میبریم این دادگاه و یکی میبریم اون دادگاه. من نمیخوام بگم بخش خصوصی ما فساد نداره، ممکن یه جایی هم فساد داشته باشه، اشکال نداره باش برخورد کنیم اون جایی که فساده. تعطیل نکنیم کشور رو به دلیل اینکه ما در انتخابات میخواییم یک شعاری داشته باشیم که رأی ما زیاد باشه. کشور تعطیل نکنیم، به ضرر شماست. فردا ما هستیم انشالله اگر زنده بودیم، به مردم میگیم کی کشور تعطیل کرده. در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد در این باره گفتگویی داشته باشیم، به این موضوع برمیگردیم، اما اجازه بدید حالا این بخش خبری رو با چند خبر کوتاه پی بگیریم. در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته با در نظر گرفتن گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته این کشور پارسال 7 نفر و امسال 2 نفر را اعدام کرده که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند. جاوید رحمان به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل گفته اطلاعات موثق دارد که دست کم 90 نوجوان دیگر هم در ایران منتظر اعدام هستند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ایران هم آن را تصویب کرده و ملزم به اجرای آن است، افراد زیر 18 سال را نمیتوان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد. و اجازه بدید برگردیم به خبر اول برنامه‌مون که گروهی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت ایران گفتن که سازمان صدا و سیما بخش مهمی از صحبت‌های دیروز حسن روحانی رو در جلسه هیئت دولت پخش نکرده. صحبت‌هایی که به نظر میاد تا حدی جنجالی بوده. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار از نیویورک با ما هستن. آقای میر ابراهیمی، در این صحبت‌های آقای روحانی انتقادات صریحی مطرح میشه، این انتقادات فکر می‌کنید به نظرتون مخاطبش کیه؟ فکر می‌کنم این انتقاداتی که مطرح شده از طرف آقای رئیس جمهور بیشتر ناشی از اینه که نشون میده که در درون هسته اصلی قدرت تصمیم گیری براشون سخت شده و نمی‌خوان به اصطلاح هزینه رو
متقبل بشن و با توجه به وضعیت بین‌المللی و منطقی که ایران دچار شده و به خصوص مسائل اقتصادی که به وجود اومده، این اعتراض علنی که رئیس جمهور مطرح کرده نشان از این داره که در درون مقامات بالای جمهوری اسلامی توافقی در مورد چگونه با این موضوع برخورد بکنن، چگونه روبرو بشن وجود نداره. و آقای روحانی به عنوان جریانی که به جریان میانه رو حساب میشه و در مقابل اون رادیکالیسم و بنیادگرایی که به حال در یک بخشی از هسته جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم متفاوت فکر میکنه، فکر میکنم برای بعضی مدتی با این نوع صحبت کردنش داره پیام رو به جامعه میده و خودش رو داره جدا میکنه از کسانی که تصمیم گیر هستن و یا مانع تصمیم گیری دولت هستن در مواجهه با مسائل بین المللی و موضوعاتی که الان در حال حاضر ایران درگیرشه و تبعاتش داره بر زندگی عادی مردم عادی از طریق تحریم ها، از طریق فشارهای بین المللی اونا دارن احساس میکنن این تحریم ها و دولت میخواد یه جوری خط خودش جدا کنه و به دلیلی که همه از چشم دولت میبینن در حال حاضر مسائل اقتصادی رو، آقای روحانی میخواد با این نوع موضع گیری خودش رو هم به یک نوع مخالف تصمیم گیری های کلان و چیزهایی که مانع تصمیم گیری عملگرایانه دولت میشه نشون بده. آقای روحانی میگه همچون امام اول شیعیان باید تن به امضای صلح با کفار داد به جای جنگ به اونها. به چه موضوعی دقیقا این اشاره میکنه؟ این موضوع امام دوم شیعیان امام حسن منظورشونه که به این دو قطبی بین نوع رویکرد با بقول در صدر اسلام که نگاه میکنیم دو نوع رویکرد بعد از امام علی وجود داشتش که یکی دوره امام حسن بود یکی دوره امام حسین، که یکی به اصطلاح بر اساس وضعیتی که وجود اومده بود برای اینکه امت خودش رو با امت اسلام رو حفظ بکنه و کمتر بهش آسیب بده تن به مصالحه و صلح داده بود که امام حسن بودش، و بعد در مقابل این قضیه در ادامش ما در روایت تاریخی به حال داریم که امام حسین در مقابل وضعیتی که وجود داشت ایستادگی و مقاومت رو پیشه کرد که خب به ماجرای کربلا انجامید. این دو قطبی همیشه ما در طول حداقل 40 سال جمهوری اسلامی چندین بار شاهدش بودیم که این دو روی کرد وقتی فشارها به جمهوری اسلامی زیاد میشه از طریق وسایل بین‌المللی که چگونه با موضوع به اصطلاح روبرو بشن، این دو قطبی همیشه وجود داشته و دوباره ما شاهدش هستیم که بین معمولا اون آدمای جریان‌های میانه رو که عملگراتر هستن با کسانی که ایدئولوژیک به مسائل نگاه میکنن بروز پیدا میکنه، که فکر میکنم بار دیگه وقتی موضوع امام حسن و صلح امام حسن رو آقای روحانی مطرح میکنه، یک بار دیگه این دو قطبی صدر اسلام رو قراره به اصطلاح روش تکیه بشه و بگن که برای امت اسلامی که حالا در حال حاضر جمهوری اسلامی حکومت اسلامی هستش، اگر صلاح مردم باشه باید شیوه امام حسن که به حال صلح کردن حتی با کفار بود رو پیش گرفت، به جای اینکه مثل امام حسین که آقای خامنه‌ای و رهبری جمهوری اسلامی بیشتر مدافع این نوع شیوه هستش مقاومت کرد حتی اگر قرار باشه همه کشته بشن. متشکرم از شما آقای میر ابراهیمی و ممنونم که من رو هم تصحیح کردید. روز به میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار از نیویورک با ما. عادل جوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان که تا 10 ماه پیش وزیر خارجه بود در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس گفته سیاست مماشات با ایران جواب نمیدهد و تنها راه وادار کردن مقامهای تهران به نشستن سر میز مذاکره فشار حداکثری است. آقای جوبیر که برای مذاکره با مقامهای فرانسه به پاریس سفر کرده در این مصاحبه گفته اعضای دولت ایران مذاکره میکنند اما هیچ قدرتی ندارند. آنها که قدرت را در دست دارند مثل سپاه پاسداران حاضر به مذاکره نیستند. در روزهای گذشته جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده است برای مذاکره به عربستان برود. پادشاه عربستان وزیر خارجه را عوض کرد. با حکم ملک سلمان شاهزاده فیصل بن فرهان جای ابراهیم اسراف را گرفت. آقای اسراف کمتر از یک سال پیش به این سمت منصوب شده بود. فیصل بن فرهان قبلا سفیر عربستان در آلمان بود و پیش از آن مشاور ارشد سفیر در آمریکا. بعضی از ناظران این تغییر را در جهت تلاش حکومت عربستان برای بازسازی تصویرش پس از بحران‌های ناشی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد و جنگ یمن تلقی کردند. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا با ما هستن. در مورد این صحبت ها چه فکر میکنید آقای شاهی؟ من فکر میکنم گرچه که این حکم سلطنتی توسط ملک سلمان امضا شده اما بدون شک این جابجایی ناشی از تلاش های بیشتر شخص بن سلمان برای تمرکز قدرت بیشتر در عربستان سعودی است. اگر ما به در واقع گذشته فیصل
توجه بکنیم، ایشون تا سال 2017 عملا هیچ گونه مسئولیت اجرایی در ساختارهای سیاسی یا حتی دستگاه سیاست خارجی عربستان سعودی نداشتند. یعنی شرایط و در واقع وجهه سیاسی ایشون و موضوع سیاسی ایشون و جایگاه سیاسی ایشون به شکلی گره خورد به در واقع ظهور شخص بن سلمان. ایشون برای اولین بار در سال 2017 مشاور در واقع معاون ولیعهد شدن که در اون مقطع آقای بن سلمان بود، بعدش تبدیل شدن به مشاور در واقع وزارت امور خارجه، بعد در مقطعی در نقش مشاور در واقع سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده نقش آفرینی کردن و برای مدت کوتاهی هم ایشون شدن در واقع سفیر عربستان سعودی در آلمان. بدون شک ایشون یکی از پروتژه های سیاسی آقای بن سلمان خواهد بود و به نظر من این سیاست بیشتر از هر وقت دیگه نشون میده که آقای بن سلمان به دنبال این هست که تا آنجایی که امکان داره شطرنج سیاسی عربستان سعودی رو به نحو خودش و اونجوری که خودش فکر میکنه رو بچینه. فکر میکنه تاثیر زیادی در سیاست های عربستان خواهد آورد این تغییر؟ ببینید، فارغ از اون منظر سیاست داخلی که بهش اشاره شد، یک بعد دیگه هم این در واقع تغییر داره و اون هم در واقع اون ظرفیت های شخصی فیصل هستش. برعکس در واقع وزیر وزارت امور خارجه گذشته عربستان سعودی، ایشون یک شخص جوان هستند، 45 سال بیشتر سن ندارن، اشراف دارن به زبان‌های مختلف، خصوصا زبان آلمانی و انگلیسی، به در واقع سوشال میدیا ارتباط نوین اشراف دارن و خصوصا در یک سال گذشته که یک سال بسیار سخت و دشواری بوده و برای روابط عمومی و وجهه عربستان سعودی، به گمان من این میتونه در واقع گامی باشه، این میتونه حرکتی باشه که بتونه شرایطی رو به وجود بیاره که این وجهه عمومی عربستان سعودی رو که در یک سال گذشته خصوصا بعد از ماجرای آقای خاشقچی دوچار مشکل و بحران شده رو بتونه به اندازه‌ای ترمیم بکنه. اما من واقعا فکر نمی‌کنم که لزوماً این جابجایی به خودی خود بتونه در واقع نقطه عطفی در مناسبات ایران یا عربستان سعودی یا مناسبات عربستان سعودی با هر کشور دیگه‌ای رو به وجود بیاره. به نظر من دو مسئله اصلی، مسئله اول در واقع بحث تمرکز قدرت است و مسئله دوم در واقع این هستش که در واقع شخصی سکان داره وزارت امور خارجه بشه که با شرایط جدید و پیچیدگی‌های جدید و ارتباطات جدید آشنا باشه و بتونه در واقع نقش فعالتر و نقش پررنگتری رو برای باز احیا کردن وجهه عربستان سعودی در محافل بین‌المللی داشته باشه. ممنونم از شما افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدزبوم. پلیس آلبانی میگوید یک شبکه وابسته به ایران را شناسایی کرده که پارسال میخواستند حمله های علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق انجام دهند. به گفته پلیس این شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران بود. حدود 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی زندگی میکنند. جورج اربارا روزنامه‌نگار روزنامه بالکان انسایت که این موضوع رو دنبال کرده از تیرانا با ماست. آقای اربارا، بیشتر بهمون بگید در مورد این خبر و اینکه چطور پی برده شده به این شبکه وابسته به ایران. Well, basically the chief police declared yesterday that اساساً رئیس پلیس دیروز اعلام کرد که یک شبکه‌ای رو کشف کردند و بعد چند اسم رو ذکر کرد. کسی دستگیر نشد و جزئیات بیشتری هم در این باره منتشر نشد. رئیس پلیس فقط گفت یک نفر به اسم پیمان رهبر این شبکه بود که در داخل ایران زندگی میکنه و این شبکه همچنین گفتن که مرتبط هست با باندهای قاچاق مواد مخدر. نهایتش همین بود، بیشتر از این چیزی نگفتند. البته این رو هم گفتن که اطلاعات درباره این شبکه را از طریق یک عنصر داخلی این شبکه فهمیدن. یعنی این حرفایی هستش که ماموران مخفی میزنن که از داخل این شبکه یکی اومده این اطلاعات رو بهشون داده، ولی بیشتر از این من نمیدونم چی گفتن یا منظورشون چی بود. یعنی در مورد اینکه چطور این
پی برده شده که این شبکه ممکنه که به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران وابسته باشه چیزی نمیدونیم. این بحث میگرده به یک اتفاق که سال گذشته اتفاق افتاد که به لطف ماموران مخفی آمریکا اینها موفق شدن جلوگیری بکنه از حمله به مجاهدین. در اینجا دسامبر ماه گذشته سفیر ایران از آلبانی هم در همین ارتباط اخراج شد به خاطر همین مسئله. حدود 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق گفته شده که در آلبانی زندگی میکنن. آقای ارباره اینها دقیقا اونجا چه میکنند؟ این تعداد را ما دقیقا نمیدونیم چه هستند. بله هزاران نفر هستند ولی دقیقا نمیدونیم 3000 نفر هستند یا نه و نمیدونیم چقدر از اونها آلبانی رو ترک کردند. ما یه سری شواهد داریم که خیلی هاشون صرفا دارن از آلبانی رو به عنوان یک توقفگاه استفاده میکنن که به کشورهای دیگه حرکت بکنن، مثلا به سوئد یا آلمان یا انگلیس یا کانادا و اینجاها. به اساساً اینها خیلی به راحتی در خیابون‌ها میتونید اینها رو ببینید، در مراکز درمانی آلبانی اینها رو میبینید. سنشون خیلی بیشتر هست، اکثرا سالمند هستند و به وضوح دیده میشند و سعی میکنن که به کارهای خودشون برسن. و البته ما چیزی ندیدیم که نشون بده اونها مثلا دردسری برای جامعه آلبانی دارن ایجاد میکنن. متشکرم از شما جورج ارباره، روزنامه‌نگار روزنامه بالکان اینسایت از تیرانا در بالکان. بقایای جسد فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور سابق اسپانیا نبش قبر شده تا به محل دیگری منتقل شود. جنرال فرانکو در مجتمع عظیمی به نام دره شهدا نزدیک مادرید دفن شده بود. این مجتمع به دستور فرانکو برای یادبود جنگ داخلی اسپانیا در دهه 30 میلادی ساخته شد. با این حال دولت اسپانیا میگوید دفن او در مکانی مجلل به معنی تجلیل از فاشیستی است که نزدیک به 4 دهه بر این کشور حاکم بود. در بنگلادش 16 نفر به جرم آتش زدن و قتل یک دانش آموز زن به مرگ محکوم شدند. این دانش آموز نصرت جهان رفی نام داشت و 19 ساله بود. خانم رفی مدیر مدرسه را با آزار جنسی متهم کرده بود. او چند ماه پیش در شهر کوچکی خارج از پایتخت کشته شد. مدیر مدرسه و 2 همکلاسی خانم رفی بین محکومان هستند. پارلمان اروپا جایزه امسال حقوق بشر ساخاروف را به الهام توختی فعال حقوق بشر اویغور اهدا کرد. آقای توختی در چین زندانی است. او 5 سال پیش به دلیل فعالیتش به نفع اقلیت مسلمان اویغور به اتهام جدایی طلبی به حبس ابد محکوم شد. الهام توختی پیش از دستگیری در دانشگاه پکن استاد اقتصاد بود. پارلمان اروپا گفته دولت چین مردم اویغور را تنها به دلیل نژاد و مذهبشان به شدت سرکوب می‌کند. شرکت ایران خودرو اعلام کرده که 50,000 دستگاه سواری دیزلی را روانه خیابان‌های ایران می‌کند که هدف از آن راه‌اندازی یک خط تولید انبوه خودروهای سبک دیزلی است. اما سازمان‌ها و گروه‌های متولی سلامت و محیط زیست گفتند به شدت مخالفند، زیرا هزینه آلودگی خودروهای دیزلی بیشتر از نفعی است که از راه صرفه‌جویی سوخت حاصل می‌شود. این کشاکش بین دو طرف 7 سال است که ادامه داشته، ولی به نظر می‌رسد این چالش به مراحل آخر خود رسیده باشد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. شرکت ایران خودرو می‌گوید 10 میلیون دلار هزینه کرده تا یک خط تولید سواری دیزلی در ایران راه اندازی کند. میگوید وزارت نفت هم از این طرح پشتیبانی کرده. اما آلایندگی خودروهای دیزلی و تأثیر منفی آن بر سلامت انسانها در دنیا محرز شده و حرکتی جهانی به سمت حذف این خودروهای دیزلی در جریان است. از این جهت موجی از مخالفت و مقاومت در برابر طرح ایران خودرو در ایران شکل گرفته. از چندین دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی گرفته تا شورای اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت. اصولا ما در حزب مؤتلفه اسلامی، مصطفی میرسلیم که سابقا میخواست رئیس جمهور شود، حالا به عنوان مؤسس مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو به سازمان محیط زیست نامه نوشته که با طرح ما موافقت کنید. و از طرف رئیس این سازمان عیسی کلانتری هم جواب گرفته که خیر،
ما به شدت مخالفیم. این چکیده ای از نامه ایران خودرو و جواب سازمان حفاظت محیط زیست است که خبرنگاران زیست محیطی در ایران منتشر کردند. طراحی محصول دیزلی سواری با هدف کاهش آلودگی و کاهش مصرف سفرهای بین شهری اقدام شده. رشد و توسعه پایدار زمانی اتفاق میفته که همه جوانب اون بررسی بشه. هر گونه رشد اقتصادی در صورتی که باعث تخریب محیط زیست بشه زود گذره. این طرح با پیشنهاد و حمایت وزارت نفت و با تعهدات هزینه‌ای بسیار زیاد و اعتماد به مصوبات دولت به اتمام رسیده. بهتر بود این هزینه صرف تولید خودروهای برقی میشد. با 50 میلیون یوروی مورد ادعای مدیران پروژه میشه 8000 خودروی برقی به ناوگان تاکسیرانی اضافه کرد که تأثیر مثبتی در کاهش آلودگی هوا داره. سامانه مدیریت این موتور در جذب دوده به صورت هوشمند عمل میکنه. همکاران جنابالی اخیراً نامه دادند که با توجه به تحریم‌ها الزام به نصب فیلتر دوده بر روی سواری دیزلی حذف بشه. این موضع‌گیری متناقض از یک مجموعه جای سوال داره. مقرر شد یک بسته 50000 دستگاهی از سواری دیزلی تولید و شرایط کاربری آن بررسی شود. سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی با تولید سواری دیزلی مخالفه. حالا روشن نیست آیا ایران خودرو واقعا قادر است بدون تایید سازمان محیط زیست و شورای اقتصاد به هر حال 50000 خودروی سبک دیزلی را روانه جاده ها و خیابان های ایران کند که همین الان از آلودگی فراوان هوا نفس شهروندان را بریده. صنعت خودرو در ایران قوی است و قدرت لابیگری بالایی دارد. تحریم های آمریکا امکان خوبی به مدیران صنعت خودرو داده که فعالیت های جنجالی خود را مقابله با تحریم و گامی در جهت خودکفایی معرفی کنند. اما این خودکفایی نیمبند برای جان و سلامت و اقتصاد ایران بهای سنگینی داشته. سیاوش اردلان، بی بی سی. امروز صدها نفر در فرودگاه شهر دوشنبه از سامان محمد بیکوف نخستین قهرمان جوده جهان از تاجیکستان استقبال کردند. او هفته گذشته در مسابقه قهرمانی نوجوانی جهان در مراکش مدال طلا گرفت. خبرنگار ما سهراب ضیا هم به استقبال او در فرودگاه شهر دوشنبه رفت. تاخیر 3 ساعتی پرواز کراسنویارسک دوشنبه مانع نشد تا مردم کمتر به استقبال قهرمان جودوکار تاجیک بیایند. ورزشکاری که حالا مقیم روسیه است، اما در همه مسابقه های بین المللی به نمایندگی از تاجیکستان شرکت می کند. این همه مردم به استقبال یک نفر آمدند، سامان محمد بیکوف، جوانی تاجیکی که یک هفته پیش در مسابقه جودوی قهرمانی جهان در مراکش صاحب مدال طلا شد و نام خود را به عنوان اولین قهرمان جودوکار تاجیک در تاریخ به ثبت رساند. سامان محمد بیکوف عضو دسته منتخب جودوی تاجیکستان است. کمیته المپیک تاجیکستان برای آمادگی به بازی های المپیک 2020 توکیو حالا هر ماه $300 به سامان کمک می کند. کمیته ملی المپیک تاجیکستان امروز سامان محمد بیکوف را با $1000 آمریکایی تقدیر نمود و یکی از دو طلبان اصلی جایزه رئیس جمهوری تاجیکستان برای ورزشکاران در سال 2019 می باشد که مبلغ جایزه حدود $5000 آمریکایی می باشد. در رسمی استقبال از سامان محمد بیکوف به او خلعت و کلاه ملی تقدیم کردند. سامان از 8 سالگی در شهر ایرکوتسک روسیه زیر نظر عموهایش ایرگش و فاتح تمرین می کند. صادقانه بگویم که بعد از مسابقه جهانی در توکیو میان مردان 2-3 شب خوابم نبرد. می توانستم در این مسابقه برنز بگیرم. از خودم عصبانی بودم. خدا را شکر در میان نوجوانان زیر 21 سال توانستم مدال طلا بگیرم. پیش از شروع مسابقه به هیچ مدال جز طلا فکر نکردم. پیروزی سامان مایه افتخار بسیاری از هموطنانش شده است. بیشتر از دیگران والدینش خوشحالند. من فکر می کنم که یک خوشبختی است که وقتی که فرزندی تواند که ملت رو معرفی کند و در رسای بین المللی به این جا سازگار شود و بسیار هم خوشبختم که فرزند من یعنی پرچم ملت ما را برداشت و آبروی ما را برآورد. مسابقه های جودوی قهرمانی جهان میان نوجوانان زیر 21 سال هفته گذشته در پایتخت مراکش با حضور 517 ورزشکار از 81 کشور جهان برگزار شد. سامان محمد بیکوف
در وزن مینهای 73 کیلوگرم همه 6 حریفش را شکست داد و قهرمان جهان شد. بسیار در تاجیکستان سامان محمد بیکوف را یکی از مدعیان مدال‌های المپیک 2020 توکیو در جودو می‌دانند. خود او نیز هدف اصلیش را پیروزی در این بازی‌ها می‌داند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. شرکت گوگل میگوید کامپیوتر کوانتومی با سرعت بسیار بیشتر از ابر کامپیوترهای موجود ساخته. به گفته این شرکت، پردازشگر سیکامور توانسته مصاحبه ای را که برای سریع‌ترین ابر کامپیوترها هزاران سال طول می‌کشد در عرض چند دقیقه انجام دهد. اما فیزیکدانی که اصطلاح برتری کوانتومی را ابداع کرده میگوید این فناوری سالها طول می‌کشد تا کاربرد عمومی پیدا کند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. سیکامور، پردازشگری ساخت گوگل که سازندگانش ادعا می‌کنند طی 200 ثانیه وظیفه‌ای را کامل کرده که تکمیلش برای کامپیوترهای معمولی 10,000 سال طول می‌کشد. در صورت صحت این ادعا، این کامپیوتر قادر خواهد بود در هر ثانیه هزاران میلیارد محاسبه انجام دهد. سالها محاسبات کوانتومی فقط در تئوری امکان پذیر بود. تیم گوگل ثابت کرد که این عملیه. این لحظه سلام کردن محاسبه کوانتومی به جهانه. لحظه‌ای که همه منتظرش بودیم. سلامی که از شرکت رقیب یعنی IBM علیک گرمی دریافت نکرده. IBM که در زمینه ساخت کامپیوترهای کوانتومی تحقیق می‌کند، بعضی از ارقامی را که گوگل ارائه کرده زیر سوال برده. محققان IBM در وبلاگی نوشتند در شبیه سازی ایدئال همین وظیفه را می توان ظرف 2 روز و نیم و با ضریب اعتماد خیلی بیشتری با یک کامپیوتر معمولی اجرا کرد. اما محاسبات کوانتومی و زمان ارائه شده از طرف این دو شرکت به چه معناست؟ صفر یک صفر یک صفر یک زبان کامپیوتر 0 و 1 است. یعنی هر داده‌ای که وارد کامپیوتر می‌شود اول به زبان 0 و 1 تبدیل و بعد تغییراتی در آن داده می‌شود. کامپیوترهای معمولی برای انجام دادن وظایف خاص از کسری از اطلاعات که به آن بیت گفته می‌شود استفاده می‌کنند. یعنی عدد 0 یا 1. این در کامپیوتر کوانتومی کوابیت یا کوانتوم بیت نام دارد. این کامپیوتر همزمان میتواند هم از 0 و هم از 1 استفاده کند و این یعنی قدرت و سرعت بیشتر در محاسبات، خیلی خیلی بیشتر. به نظر جان پرسکیل، فیزیکدان نظری و ابداع کننده اصطلاح برتری کوانتومی، دستاورد گوگل قابل توجه است. اگه بگیم که به برتری کوانتومی دست پیدا کردیم، ممکنه یکم غلط انداز باشه، چون این به اون معنی نیست که میتونیم کامپیوترهای معمولی رو دور بریزیم، چون حالا کامپیوترهای کوانتومی برتر هستن. نمیتونم قول بدم کاربردهایی خواهند داشت که در 5 یا 10 سال آینده زندگی مردم عادی رو تحت تاثیر قرار بده. این یه اکتشافه. من بهش به عنوان یک مرز علمی نگاه میکنم. با توجه به نقش گسترده این فناوری در آینده جهان و به خصوص در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کامپیوترهای کوانتومی به مسئله امنیت ملی تبدیل شدند. آمریکا و چین در سال‌های اخیر در این فناوری سرمایه‌گذاری زیادی کردند. مهدی بیگی، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.